سلام، من اکبر کرمی هستم. با دوره آموزشی خودرو در خدمت شما. تو این دوره آموزشی در مورد نحوه عملکرد موتور خودرو و همچنین سیستم های دیگری که در خودرو وجود داره با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. تو این ویدیو که ویدیوی اول این دوره آموزشیه، ما در مورد نحوه عملکرد پایه موتور خودرو صحبت میکنیم. شاید این ویدیو برای خیلی از شما یک بحث ساده در حد یک مرور، شاید با یک کمی توضیح بیشتر باشه، ولی خب من این دوره آموزشی با این بحث و این ویدیو شروع میکنم که نقطه شروع خیلی خوبی برای این دوره آموزشی باشه و همچنین کسایی که تازه شروع به مطالعه تو این زمینه کردن بتونن اطلاعات خوبی تو این زمینه کسب کنن. خب در ابتدا یه نگاهی خواهیم داشت به تقریبا تمامی اجزای داخل موتور و بعد از اون در مورد نحوه کار همین اونها با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. اگه از بالا شروع کنیم، ما انژکتورهای سوخت را داریم که سوخت را به داخل منیفولد هوا یا منیفولد ورودی میپاشن. اینجا میل بادامک رو میبینید یا همون کمشفت که وظیفه میل بادامک باز و بسته کردن سوپاپ ها، سوپاپ های ورودی و سوپاپ های خروجیه که با باز و بسته کردن این سوپاپ ها اجازه میده که هوا وارد سیلند بشه یا اینکه از سیلند خارج بشه. تو این قسمت راکر آرم یا شیطونک را داریم که وظیفه راکر آرم یا شیطونک وصل کردن، متصل کردن میل بادامک به سوپاپ های ورودی و سوپاپ های خروجی. دریچه ها یا سوپاپ ها را داریم که بسته به نوع اونها و باز یا بسته بودنشون اجازه میدن که هوا یا گاز وارد سیلند بشه یا از سیلند خارج بشه. در اینجا سیلند را داریم که تعداد سیلند ها در موتورهای مختلف متفاوته، بسته به نوع موتور یا بسته به نوع ماشین خودرویی که ما داریم. توی موتورهای ماشین‌های معمولی و که خیلی ازشون استفاده میشه، ما موتور 4 سیلند داریم که 4 تا سیلند داره. موتورهای V6 برای مثال ما 6 سیلند داریم، موتورهای V8 8 سیلند داریم. در این قسمت پیستون را میبینید که پیستون داخل سیلند حرکت عمودی یا حرکت رفت و برگشتی داره که وقتی این حرکت خطی پیستون به حرکت چرخشی تبدیل میشه، باعث میشه که در انتها ماشین ما به حرکت در بیاد. تو این قسمت کانکتینگ رود یا شاتون را میبینید که وظیفش وصل کردن پیستون به میلنگ یا همون کرنکشفته. کرنکشفت را اینجا میبینید که همه پیستون های داخل موتور به کرنکشفت متصلن و خب همه اونها گشتاور مورد نیاز میلنگ برای به حرکت در آوردن ماشین را تأمین میکنن. در اینجا شمع را میبینید که همون سپارک پلاک که در هر سیکل موتور این شمع جرقه میزنه و باعث مشتعل شدن مخلوط هوا و سوخت در داخل موتور میشه. این موتوری که ما داریم الان اینجا بررسی میکنیم یک موتور 4 زمانه است که موتورهای رایجی هستن. موتورهای اکثر ماشین ها موتورهای 4 زمانه که تو هر سیکل این موتور، تو هر سیکل موتور 4 زمانه ما 4 مرحله یا 4 کورس داریم که این مراحل شامل به ترتیب شامل مرحله اینتک یا همون مکش هوا به داخل سیلندر، مرحله دوم مرحله کامپریشن یا فشرده سازی هوا داخل سیلندر، مرحله سوم مرحله پاور یا قدرت و مرحله چهارم مرحله اگزاست یا همون خروج گازهای حاصل از احتراق از داخل سیلندر. ببینیم تو هر یک از این مراحل چه اتفاقی میفته. وقتی که مرحله اینتک یا مکش هوا اتفاق میفته، سوپاپ دود کاملا بسته و سوپاپ اینتک ولو یا سوپاپ ورودی کاملا باز. برای باز شدن سوپاپ ورودی میل بادامک به اندازه کافی میچرخه. این فنری که اینجا وجود داره، فنر کوچکی که اینجا قرار داره، فشرده میشه و باعث باز شدن سوپاپ ورودی میشه. در انگام فشرده سازی و باز شدن سوپاپ هوا، سوپاپ ورودی، پیستون در قسمت بالای سیلندر قرار داره. وقتی که سوپاپ ورودی باز میشه، خب پیستون داره به سمت پایین حرکت میکنه. با حرکت به سمت پایین، مکش سوخت و هوا به داخل سیلندر صورت میگیره. خب سوخت و
هوا و سوخت وارد سیلند میشن که سوخت از انژکتور سوخت میاد و هوا هم از طریق منیفولد ورودی. این مرحله اولین مرحله از سیکل موتور چهار زمانه است که سوخت و هوا وارد سیلند میشن و در انتهای این مرحله پیستون در قسمت پایینی سیلند قرار میگیره. مرحله بعدی سیکل موتورهای چهار زمانه مرحله کامپرشن یا مرحله فشرده سازی و تراکم مخلوط سوخت و هوا داخل سیلند. تو این مرحله دریچه های ورودی و خروجی به وسیله سوپاپ ها بسته میشن، به وسیله سوپاپ های ورودی و خروجی، یعنی میل بادامک به اندازه کافی به اندازه میچرخه که هیچ کدوم از این سوپاپ ها باز نباشن. پیستون در قسمت پایینی سیلند قرار داره و وقتی که این مرحله شروع میشه، مرحله کامپرشن شروع میشه، پیستون شروع به حرکت به سمت بالا میکنه. به محض حرکت به سمت بالا هوا و سوخت داخل سیلند فشرده میکنه و وقتی که به بالاترین حد مورد نظر خود داخل سیلند میرسه، مرحله بعدی یعنی مرحله پاور اتفاق میفته که تو این مرحله شمع جرقه میزنه، باعث احتراق مخلوط سوخت و هوا داخل سیلند میشه. این احتراق از نقطه‌ای که جرقه زده میشه شروع میشه و به سرعت در داخل سیلند در قسمت بالایی پیستون پخش میشه. نیرویی که ایجاد میشه در اثر این انفجار، پیستون ها به سمت پایین حرکت میده و پیستون به پایین ترین قسمت خود در سیلندر میرسه. خب الان تمام گازهای حاصل از احتراق در درون سیلندر قرار دارن. همه اکسیژنی که داخل سیلندر بوده سوخته شده و خب هیچ اکسیژنی در داخل سیلندر وجود نداره، البته با این شرط که همه اکسیژن در مرحله قبل سوخته شده باشه. تو مرحله بعدی یعنی مرحله اگزاست یا تخلیه، ما میخواهیم که تمام این گازهای حاصل از احتراق رو به بیرون بفرستیم و خب سیلندر رو برای مرحله بعدی، برای کورس بعدی، خالی از این گازها و تمیز داشته باشیم. تو مرحله اگزاست یا مرحله تخلیه میل بادامک به اندازه کافی میچرخه، این فنری که اینجا قرار داره فشرده میکنه و باعث باز شدن سوپاپ دود میشه. در حالی که سوپاپ دود بازه، پیستون به سمت بالا حرکت میکنه و تمام گازهای حاصل از احتراق از دریچه خروجی به بیرون میفرسته. خب این آخرین مرحله از سیکل موتورهای چهار زمانه بود. بذارید یه بار دیگه همه این مراحل رو با هم دیگه مرور کنیم. هوا و سوخت وارد سیلندر میشن در حالی که سوپاپ هوا بازه، پیستون در این حالت به سمت پایین حرکت میکنه. وقتی که سوپاپ دود و سوپاپ هوا بسته هستن، پیستون به سمت بالا حرکت میکنه، مخلوط هوا و سوخت توی محفظه کوچیکی فشرده میکنه. تو مرحله بعدی یعنی مرحله پاور شمع جرقه میزنه، باعث احتراق مخلوط سوخت و هوا داخل سیلندر میشه. فشار بسیار زیاد یا بر سر پیستون ایجاد میکنه، پیستون به سمت پایین حرکت میکنه و تور در میل لنگ تورک ایجاد میکنه. در مرحله بعدی یعنی مرحله اگزاست، ما میخواهیم که تمام گازهای حاصل از احتراق رو به بیرون بفرستیم. در حالی که دریچه دود، سوپاپ دود بازه، پیستون به سمت بالا حرکت میکنه و تمام گازهای حاصل از احتراق به بیرون میفرسته. خب این سیکل همینطور پشت سر هم تکرار میشه و تورک مورد نیاز برای به حرکت در آوردن ماشینا تامین میکنه. خب بذارین این تصویری که اینجا هست رو با هم دیگه بررسی کنیم. میخوایم ببینیم بعد از اینکه تورک از پیستون به میلنگ انتقال داده میشه توی خودروی ما چه اتفاقی میفته. این موتوری که اینجا میبینید یک موتور چهار سیلندره که گشتاور مورد نیاز میلنگ توسط این چهار پیستون تامین میشه. میلنگ به فلایویل متصله. گشتاور از میلنگ به فلایویل انتقال داده میشه و باعث چرخش فلایویل میشه. فلایویل از یک طرف باعث میشه که میلنگ حرکت یک نواخت و بدون لرزشی داشته باشه و از طرف دیگه با اتصال به کلاچ باعث میشه که قدرت تولیدی توسط موتور از میلنگ به جعبه دنده انتقال داده بشه. اگه ما جعبه دنده دستی یا منوال داشته باشیم، اینجا کلاچ داریم. اگه جعبه دنده اتوماتیک داشته باشیم، اینجا تورک کانورتر داریم. خب گشتاور از میلنگ به جعبه دنده انتقال داده میشه. تو جعبه دنده ما چرخ دنده ها رو داریم که با تغییر چرخ دنده ها قدرت و سرعت خروجی از جعبه دنده تغییر پیدا میکنه.
خب گشتاور از جعبه دنده به درایف شافت انتقال داده میشه و از درایف شافت به دیفرانسیل توی چرخهای عقب که این میتونه به چرخهای جلو هم انتقال داده بشه بسته به نوع ماشین و موتوری که داره. خب گشتاور از در نهایت به چرخها انتقال داده میشه و باعث میشه که ماشین ما حرکت کنه. توی این ویدیو ما با ایده کلی و جنرال کارکرد موتور خودرو و نحوه حرکت خودرو آشنا شدیم. این ویدیو میتونه شروع بسیار خوبی برای علاقمندان به بحث در مورد خودرو و موتور خودرو باشه که بعد از این میتونن با جزئیات بیشتر در مورد قسمت‌های مختلف موتور خودرو و خودرو مطالعه انجام بدن، در مورد قسمت‌های مختلف مثل کلاچ، تور کانورتر، جعبه دنده و همچنین نحوه انتقال گشتاور بین این سیستم ها، نحوه باز شدن سوپاپ ها، چگونگی احتراق، تفاوت احتراق بین موتورهای بنزینی و دیزلی و خیلی چیزهای دیگه که وجود داره. منم تا جایی که بتونم سعی میکنم برنامه‌های بیشتری با جزئیات بیشتر در مورد قسمت‌های مختلف خودرو و موتور خودرو آماده کنم و با همدیگه این قسمت‌ها رو بررسی بکنیم. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. اگه سوالی داشته باشید میتونید در پایین این ویدیو در قسمت کامنت ها مطرح کنید تا با همدیگه در موردش بحث کنیم. در انتها ازتون میخوام که برای حمایت از گروه ما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا شما هم در جریان ویدیوهای بعدی ما قرار بگیرید.